Hi everybody, how's it going? سلام دوستان، وقت بخیر، حالتون چطوره؟ ایشالله که عالی باشید. من مژگان ساله‌ای روش هستم، مدرس زبان انگلیسی. امروز میخوایم یونیت 6 رو شروع کنیم. Lesson 1, Unit 6. تا حالا ما 5 تا یونیت رو کامل کردیم، در مورد مباحث مختلف صحبت کردیم. یونیت پیشینمونم در مورد زمان بود، ما در مورد ساعت حرف زدیم، در مورد تقویم صحبت کردیم و از این دست. اگه سوالی مشکلی داشتین حتما بر من کامنت بذارید، ویدیوهای ما رو لایک بکنید و ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید که نوتیفیکیشن های ویدیوهای آینده رو متوجه بشید. خب میریم سراغ درسمون، یونیت 6، لسن 1، یونیت 6. خب شروع میکنیم. این درسمون خب داره با لباس شروع میکنه، انواع اقسام لباس ها. اینجا گفته clothes یعنی لباس ها، این اس جمعه. خب هدف چیه؟ goal: give and accept a compliment. give and accept a compliment. معنیشو بهتون میگم. توی یه کانورسیشنی که توی صفحه بعدمون هستش در مورد مفهوم این عبارت give and accept a compliment بیشتر توضیح میدم. بذاریم به وقتش اونجا براتون توضیح میدم. خب بیایم سراغ این قسمت. بذاریم من بزرگش بکنم که لباسا رو خوب ببینید. اینجا vocabulary، لغتامون. clothes، read and listen، then listen again and repeat. خب اول گوش بدید بعد در موردش با هم صحبت میکنیم. page 44 exercise 1 vocabulary clothes read and listen 1 a shirt 2 a sweater 3. A tie. 4. A jacket. 5. A skirt. 6. Shoes. 7. A dress. 8. A suit. 9. A blouse. 10. Pants. خب براتون میخونم. A shirt یعنی پیراهن، پیراهن مردانه. A shirt. A sweater. A sweater یعنی این پولیور. A tie. A tie یعنی کراوات. A jacket. Jacket، جاکت. A skirt. A skirt یعنی دامن. Shoes. کفش. البته این اس جمع شو یعنی یه دونه، وقتی که اس جمع میگیره یعنی جفتش. شوز. ادرس. ادرس یعنی پیراهن. اسوت. اسوت حالا هم میتونه کت و شلوار باشه، هم کت و دامن باشه. ابلاوز. ابلاوز یعنی بلوز، ما تو فارسی هم میگیم بلوز. پانتس. پانتس یعنی شلوار. در مورد دو تا کلمه میخوام اینجا براتون توضیح بدم، یکیش شوزه، یکیش پانتسه. ببینین بعضی از کلمات ما، بعضی از لباس ها یا بعضی چیزهای دیگه، حالا فقط هم لباس نیست، حتی مثلا عینک هم میشه، قیچی هم میشه، اینا کلمات جمع هستن، یعنی از دو بخش یعنی دو تیکه دارن. پنس مثلا که شلوار میشه، دو تا پاچه داره دیگه. بعد بنابراین یک کلمه نمیتونیم پنت بگیم، میگیم پنت چون دو تا پاچه داره. یا گلافز، دستکش، دو تا لنگه داره. شوز، دوباره دو تا لنگه داره. یا مثلا همین glasses، عینک، دوباره میشه دو تا بخش داره دیگه. socks، جوراب، اونم دوباره دو تا لنگه داره. اینا کلمات جمع هستن.
البته نمیگم که نمیشه مثلا برای بعضیاش یه دونه لنگش رو بگیم، مثلا اشو یعنی یه لنگه یه کفش، یا مثلا اساکس یه لنگ جوراب، ولی به طور کلی، ولی در مورد مثلا پنس و اینا رو دیگه نمیتونیم مثلا یه لنگش رو بگیم دیگه، کلا میگیم کلمه جمع پنسه چون دوتا پاچه داره. نگاه کنی اینا کلمات جمع هستن که فعلشون هم حتما باید جمع باشه. اینجا نوشته pants is a plural noun use are not is with pants، یعنی این فعل to be که باید براشون استفاده بکنی این باید فعل جمع باشه، مفرد نباید باشه، چون هر کدومشون، حالا کفش دوتا لنگه داره، جوراب دوتا لنگه داره، بعد نمیدونم گلاوز یا دستکش دوتا مثلا پارت داره، دوتا بخش داره، دوتا لنگه داره، و شلوار دوباره دوتا پارچه داره. اینا همه اینها کلمات جمع هستن و حتما باید براشون فعل جمع به کار ببریم، یعنی فعل to be جمع. میگیم pants are، shoes are، gloves are، socks are. البته یا مثلا glasses همون عینک میشه are. بر بعضیش حتی یه لنگ هم کاربرد داره که مثلا حالا یه لنگ جوراب، یه لنگ کفش هم، ولی اونجا دیگه فعلمون مفرد میشه. ولی توی بعضی از دیگه، یعنی کلمات دیگه مثل pants که نمیتونیم دوتا پاچه جدا بکنیم که بخوایم یه دونش رو استفاده بکنیم، در نتیجه این کلمه جمع هستش. یا مثلا حتی عینک هم دیگه جدا که نمیشن، یا حتی قیچی scissors اونم کلمه جمع، چون دوتا بخش داره، دوتا پارت داره. پس بنابراین برای کلمات از این دست مثل gloves، مثل pants، مثل socks، مثل shorts، مثل shoes، مثل scissors، مثل glasses، اینا کلمات جمع هستن و ما باید فعل to be are رو به کار ببریم، نه و is نباید براشون استفاده بکنیم. یه بار دیگه کلمات رو براتون میخونم: a shirt، a sweater، a tie، a jacket، a skirt، shoes، a dress، a suit، حالا چه کت دامن چه کت و شلوار، a blouse and pants. حالا اینجا گفته که pronunciation یعنی تلفظ، plurals یعنی کلمات جمعمون. read and listen then listen again and repeat. ببینید اینجا ما توی این باکسمون اومده یه سری لغت گذاشته، بعضی ها رو نوشته S، اینجا نوشته Z و اینجا هم is. یعنی چی؟ اینجا هم که کلمه یعنی plural یعنی جمع، یعنی وقتی که شما S جمع رو ته یه اسمی اضافه می کنید، ممکنه سه تا صدای مختلف بشنوید. گاهی شما صدای س می شنوید، گاهی شما صدای ز می شنوید، و گاهی شما صدای از می شنوید. یعنی وقتی اس جمع و ته کلممون اضافه می کنیم، شما با سه تا صدای س، ز and از مواجه می شید. که البته حالا براتون توضیح میدم که چه وقت مثلا شما صدای اس میشنوی، یا چه وقت شما صدای ز میشنوی، و چه وقت شما صدای از میشنوی. و یه نکته دیگه هم که بعضی، خب اینم با به مرور زمان با تمرین بسیار یا شنیدن لغت‌های زیادی که توی ملکه ذهنتون میشه که کجا باید کدومو تلفظ بکنی. حالا من بهتون یه سری حروف رو میگم، خواهم گفت که ته اینها وقتی اس رو اضافه میکنیم چه صداهایی رو خواهیم شنید. اول گوش بدید لطفاً. Page 44. Exercise 2. Pronunciation. Plurals. Read and listen. 1. S. Shirts. Jackets. 2. Z. Shoes. Sweaters. 3. Is. Blouses. Dresses. خب نگاه کنین توی کلمه، دو تا کلمه اول، shirts و jackets، شما صدای س میشنوین وقتی که اس جمع رو بهش اضافه میکنین، shirts، jackets. توی دوتا کلمه دوم شما صدای ز میشنوید، مثل shoes، مثل sweaters، shoes، sweaters. و دوتا کلمه آخر شما صدای
is میشنوید، مثل blouses blouses و dresses dresses. یه بار دیگه کلماتو براتون میخونم: shirts, jackets, shoes, sweaters, blouses و dresses. حالا یه سری حروفو بهتون میگم که حالا خب یه خودم حفظ کردن و به خاطر سپردن این حروف، حالا بعد از کدوم صدای سه میده کدوم زه میده خود سخته، میگم با تمرین و ممارست و گوش دادن زیاده که دیگه ملکه ذهن میشه که کی شما با چه پرونانسیشنی مواجه میشین. ولی حالا بازم بد نیستش که اینا رو بدونید. اونایی که ما وقتی که اس اضافه میکنیم صدای سه میشنویم، بعد از حروفی مثل پی، K, T, F, G, H و P, H. مثل چی؟ P یا P مثل sleeps. Sleeps. K مثل books. Books. T مثل hats. Hats. F مثل cliffs. Cliffs مثل تخمنی صخره میده. GH مثل laughs. Laughs یعنی تای کلمه با GH، یعنی به GH ختم شده، وقتی شما S بهش میدین صدای S میشنوید. و PH مثل graphs. Graphs. Graph مثل نمود، به معنی نموداره. حالا کی صدای Z میشنوید؟ بعد از این حروف C, D, G, L, M, N, N, G, R, and V. حالا من بر هر کدومش یه مثال میزنم که تو ذهنتون بمونه. C مثل crabs. D مثل crabs به معنی خرچنگه. D مثل words. G مثل bags. L مثل falls. M مثل dreams. N مثل fans. Dreams به معنی رویا، fall معنی سقوط کردن و اینا میده، بعد fan هم به معنی طرفدار یا باد بزن یا پنکه. NG مثل sings. Sings به معنی خواندن، آواز خواندن. و R به معنی مثل کلمه wears یعنی پوشیدن. و V به مثل کلمه gloves. Gloves به معنی دستکش. حالا کی صدای is میشنویم؟ بعد از این حروف، بعد از C مثل races. Races میشه به معنی نژاد. S مثل bosses. Bosses. X مثل boxes. Boxes به معنی جعبه. دو تا S که تای کلممون بیاد مثل kiss، بوسیدن، که دو تا S داره، وقتی که S جمع بهش اضافه میکنیم میشه kisses. Kisses. و Z تای کلمه بیاد مثل prizes به معنی جایزه. Prizes. CH تای کلمه باشه مثل watches. SH مثل dishes. و GE مثل changes. اینها وقتی که S جمع بیاد انتهای کلمه شما تلفظای مختلف میشنویم. گاهی تلفظ S، گاهی تلفظ Z و گاهی تلفظ Is. خب حالا میایم قسمت بعدیمون چی داره؟ خیلی خب، گرامر. Demonstrative. These, that, these, those. Demonstratives یعنی ضمایر اشاره. Demonstrate به معنی نشان دادن. Demonstratives به معنای ضمایر اشاره، یعنی این اس جمعه. چهار تا کلمه بهمون داده: these, that, these, those. به معنی these و that برای کلمات مفرد به کار برده میشه،
these and those برای کلمات جمع به کار برده میشه. یا به عبارتی میتونم میشه بگم که these مفرده، these جمعه، that مفرده، those جمعه. حالا معنیشون چیه؟ these به معنی in، مثلا میگم this is a pen یا this pen is blue، یا و that به معنی on. پس these به معنی in، that به معنی on. میگم که مثلا that door، this pen. حالا these or those اینا جمع همین دوتا کلمه هستن، یعنی these جمع کلمه these به معنی اینها، مثلا اینها خودکار هستن، these are pens، و those به معنی آنها، یعنی آنها مثلا those are doors، یعنی آنها در هستن، those are windows، آنها پنجره هستن. پس شد these or that یعنی این و آن، these or those یعنی اینها و آنها. خب بیایم اینجا برامون مثال زده، مثلا اینجا اشاره به نزدیک داره، گفته که this sweater یعنی این پلوور، that sweater یعنی آن پلوور، these ties این کراوات ها، اینا که نزدیکه، those ties یعنی آنها، آن کراوات ها. خب اینجا اومده هم تو این صفحمونه هم صفحه بعدمونه برامون تمرین گذاشته که بر اساس دوری و نزدیکی فرد به اون شی یا به اون لباس شما باید از این چهار تا کلمه استفاده کنید. مثلا اینجا جکته، خب نزدیکه، این آقاه بهشون نزدیک ایستاده، ببخشید دوره، این آقاه نسبت بهشون چون انگشتشو به دور اشاره کرده، در نتیجه برای کلمه جمع هم هستش میشه those jackets یعنی آن جاکت ها. حالا توی ترجمهش نمیگیم آنها جاکت ها، همین آن جا مثلا جاکت ها یا کت ها، حالا هرچی. پس هم دور هستش هم جمع هستش، در نتیجه از those استفاده می کنیم. و شما لطفا اینجا ویدیو رو پاس کنید، بقیه رو بنویسید، بعد با هم دیگه چک می کنیم. خب اینجا این توی دستش دیگه خیلی هم بهش نزدیکه و یه دونه هم هستش مفرده، پس میشه these jacket، these jacket. حالا این دوباره تو دست این خانومه یه دامنه که بازم نزدیکه، میگیم these skirt، these skirt یعنی این جاکت، این دامن. حالا اینجا یه عالم shoes اینجاست، فاصله این آقا هم زیاده باهاشون، میگیم هم کلماتمون جمعه و اشاره به دور داره، پس میشه those shoes، those shoes. حالا بیایم صفحه بعدمون بالا اینجا، اینا شرتس، بعد فاصله این آقا هم بهشون نزدیکه و جمع هستش، پس میشه these shirts، these shirts. حالا اینجا shoes و فاصله بازم نزدیکه، و بهتون گفتم علارغم که یک جفت کفش هسته ولی خب کلممون کلمه جمعه، یعنی دوتا لنگه هستش، پس میشه these shoes، these shoes. اینجا یه علامه سوت و اشارمون هم نزدیک کلمات، پس جمع میشه، میشه these suits، these suits. و اینجا کراواتا که پشت ویترینه و جمع هم هستش، و این آقا هم که پشت ویترین وایساده، بنابراین فاصلهش با اون کراواتا زیاده و اشاره به دور میشه، پس میشه those ties، those ties. حالا بستگی داره، ممکنه شما پشت ویترین مغازه باشین، اون شی به شما نزدیک باشه، حالا بسته به اون دوری و نزدیکی اون کلمه، اون شی، شما میتونه از این ضمایر اشاره استفاده کنین، برای دور، برای نزدیک، جمع، مفرد. اگه مفرد باشه this یعنی این، that یعنی آن، اگه جمع باشه، اگه نزدیک باشه these یعنی
اینها those یعنی آنها. خب میایم سراغ گرامر بعدیمون. تو اینجا ما میخواییم در مورد simple present tense صحبت بکنیم. دیگه تا قبل از این ما فقط فعل to be داشتیم، اما is و are بود فعل اکثر جملاتی که داشتیم میساختیم، تا فعل to be بود به معنی بودن یا هستن. ولی از این به بعد ما داریم با فعلای اصلی آشنا میشیم، با main verbs ها داریم آشنا میشیم. main یعنی فعل اصلی که خب اصلا ساختارش و مثلا منفی کردنش، سوالی کردنش، کاربردش توی جمله با فعل to be متفاوته. شاید خیلی از بچه‌ها اینو با فعل to be و اینا قاطی کنن یا جفتشو با همدیگه کنار همدیگه بذارن، ولی باید دیگه حواستون جمع باشه. فعل to be برای خودش یه فعل مجزاست که صرف میشه به صورت am و is و are. اینا هم دیگه فعل‌های اصلی هستن، مثل پوشیدن، مثل خوردن، مثل رفتن. اینو من دارم مستراشو میگم، یا مثلا تلویزیون تماشا کردن، خواندن، مطالعه کردن. اینا افعال اصلی هستن که اصلا دیگه توی کاربردشون توی جمله فرق میکنه و منفی کردنشون فرق میکنه، سوالی کردنشون فرق میکنه، سوم شخصشون فرق میکنه. حالا simple present tense چیه؟ simple present tense میشه حال ساده. حال ساده کاربردهای مختلف، یعنی کی ما از زمان حال ساده توی جملاتمون استفاده میکنیم، کی استفاده میکنیم؟ یک وقتی میخواییم در مورد روتینمون صحبت بکنیم. مثلا میگم که من مثلا صبح ساعت 8 صبح بیدار میشم، شب ساعت 10 شب میخوابم، ساعت مثلا 1 نهار میخورم، نمیدونم ساعت 7 شب میرم قدم میزنم. اینها یعنی تو کارای روزمره‌ای که تو داری انجام میدی. پس یکی از کاربردهای حال ساده استفادهش برای روتینمونه، یعنی روتین یعنی اون روزمرگی هامونه. ما از فعل حال ساده استفاده میکنیم. مثلا حالا بیشتر براتون توضیح میدم موقعی که دارم این گرامر باکس رو براتون توضیح میدم. همین مثال فارسیش رو بهتون گفتم. حالا یه مثال انگلیسیش رو میگم براتون. میگم که مثلا I go to work by bus every day. I go to work by bus every day. یعنی من هر روز با اتوبوس میرم سر کار. یعنی یه کار روتینته. و بنابراین از حال ساده استفاده میکنم. I go to work by bus. یا یادتونه توی فکر میکنم یونیت 3 بودش ما در مورد حمل و نقل و وسایل نقلیه صحبت کردیم. یا میگم که I take the bus to work. I take the bus to work. این حال ساده است. من در مورد روتینم دارم صحبت میکنم. یا کارهایی که اثر عادت من دارم انجام میدم، مثلا بهش میگن habitual activities. The habitual activities یعنی فعالیت هایی که اثر عادت. habit یعنی عادت، habitual یعنی عادتی، از روی عادت که اینجا صفته. activity هم که اسم، habitual activities. مثلا میگم که every afternoon I drink a cup of coffee. من هر بعد از ظهر یک فنجان مثلا قهوه می نوشم. every afternoon یا I drink a cup of coffee every afternoon. خب این یعنی کارهایی که من از روی عادت انجام میدم. یکی دیگه از کاربردهای حال ساده برای فکت، یعنی که شما میخواین یک از در مورد یک حقیقت صحبت کنین، در مورد یک حقیقت علمی میخواین صحبت کنین یا هر چیز دیگه که حقیقت باشه، فکت باشه. مثلا چی میگم؟ میگم که wild animals eat example other animals for food. یعنی که حیوانات وحشی بقیه حیوانات به خاطر غذا میخورن، نه مثلا سرگرمی و لذت و اینا. یا میگم که water boils at 100 degree centigrade. یعنی که آب در 100 درجه به جوش میاد.
یا مثلا water freezes at 0 degree centigrade، یعنی که آب در 0 درجه منجمد میشه. در مورد یک سری حقایق داریم صحبت میکنیم دیگه، دوباره اینم از simple present استفاده میکنیم. و یکم در مورد تایم تیبل ها، این تایم تیبل هایی که شما توی فرودگاه، توی ایستگاه قطار، توی ایستگاه اتوبوس میبینید که مثلا در مورد رفت و برگشت اتوبوس و قطار رو یا هواپیما اون تایما نمیشه، مثلا میگم که مثلا the bus to Mashhad departs at 10 o'clock arrives at for example 8 o'clock. خب یعنی که ما تو این تایم تیبل ها وقتی که میخواییم در مورد حرکت و ترک کردن یا رسیدن اون اتوبوس یا اون هواپیما یا اون قطار صحبت بکنیم، دوباره از حال ساده استفاده میکنیم. خب این در مورد کاربردهای the simple present tense همون بودش. پس برای روتین شد، habitual activities شد، برای فکت ها شد و تایم تیبل ها. خب حالا میرسیم اینجا. اینجا فقط فعلا به 4 تا فعل پرداخته، به بقیه فعل‌ها حالا کاری نداشته، ولی این قانون برای همه فعل‌های دیگه هم صادقه، برای فعل‌های اصلی البته منظورمه. این قوانینی که الان من میخوام بهتون بگم برای کل فعل‌های اصلی صادق هستش. حالا اینجا فقط 4 تا فعل like و want و need و have گفته. لایک به معنی پسندیدن، دوست داشتن، want به معنی خواستن، need به معنی نیاز داشتن و have به معنی داشتن. have ما فکر میکنم توی یونیت 4 فکر میکنم در موردش صحبت کردیم. have و has به معنی داشتن بود. خب گفته the simple present tense affirmative statements with like, want, need and have. میگه که زمان حال ساده simple present tense، زمان حال ساده affirmative statements یعنی عبارات مثبت با فعلای like, want, need و have. خب اول قبل از اینکه به این مثالا بپردازیم، بیایم اینجا قسمت برای subject pronoun های مختلف ببینیم چی کار کرده، چه ساختاری داره اون فعلمون. خب برای I, you, we and they، I, you, we and they، و اینجا هم گفته Sarah and Jim. Sarah and Jim هم دو نفر هم میشن دیگه، همون they هستن. کلمه به صورت سادش به کار برده میشه، base formشه، هیچ تغییری توش ما نمیدیم. I like, you want, we need، they have، Sarah and Jim have. پس شکل بیس فرم فعل هستش یا verb word بهش میگن. those sweaters میگه مثلا اینجوری بخوام مثالا رو بخونم براتون. I like those sweaters. You want those sweaters. We need those sweaters. They have those sweaters. Sarah and Jim like those sweaters. یعنی که من اون پولیور ها رو دوست دارم، تو اونا رو، اون پولیور ها رو میخواهی، ما به اون پولیور ها نیاز داریم، need. They have those sweaters، یعنی اونها دارند اون پولیور ها رو. خب پس برای subject pronoun های I, you, we, they، و اینجا هم خب اسم برده، مثلا اگه یه وقتی با چنین موقعیتی مواجه شدین چیکار بکنین. Sarah and Jim الان همون کلمه they هستن دیگه، جمع هستش. ما اینجا base form فعل رو به کار بردیم، مثل like, want, need and have، یعنی هیچ تغییری توش توی جملات مثبت ما نمیدیم. ولی اینجا he, she, Casey, Ivan، خب اینا سوم شخصن دیگه. he یعنی اوی آقا، شی یعنی اوه خانوم، کیسی دوباره اسم یه خانومه، بازم میشه شی، همون اوه خانوم، ایوان اسم یه آقای میشه او دوباره، یعنی اینا همشون یک نفرن، سوم شخص هستش. خب اینجا چه تغییری کرده؟ اومده ته فعلمون اس سوم شخص اضافه کرده. خب الان چند تا اس داشتیم، ما یه اس جمع داشتیم، الان به اس
سوم شخص برخورد کردیم. قبلا هم یه اس چیز داشتیم، پاسسیو داشتیم، درسته؟ یعنی ملکی داشتیم. الان ما سه تا اس مختلف داریم. اس جمع پلورال اس مونه، اس پاسسیو یا ملکی مونه و اس third person singular یعنی سوم شخص مفرد. شما باید اینها رو بر اساس اون کانتکسته که متوجه میشین کدوم منظور کدوم سه. البته اینا که فعله که کاملا واضح و مشخصه، در مورد اون هم از بنابر کانتکسته که شما متوجه میشین این اس جمع یا اس ملکی هستش. خب حالا پس برای سوم شخص ما به این انتهای همه این فعلامون اس سوم شخص استفاده میکنیم. اینجا اگه I like بود، You like، We like، They like بود، اینجا میشه He likes، She likes، Casey likes، Ivan likes، Those sweaters too یعنی اون پولیورها رو همچنین دوست دارن. یا اینجا He wants، She wants، یا اینجا needs، He needs، She needs. و در مورد هوا هزم که توی یونیت 4 در مورد صحبت کردم، گفتم که اینجا نمیگیم haves، بعد مثلا بگیم که بقیه کلمه اس فقط سوم شخص گرفتن، خب اینم باید همون کار بکنیم. نه، اینجا شکل کلمه‌مون تغییر میکنه، یعنی به جای have میشه has، یعنی He has، She has، Casey has، Ivan has those sweaters too یعنی اون سوئدها رو دوست دارن یا میخوان یا نیاز دارن یا دارن. خب حالا اینجا هم در مورد این قاعده براتون توضیح داده، گفته که for he or she and it برای او آقا، او خانوم و آن برای اشیا، add s یعنی s اضافه کن to the base form یعنی به شکل پایه و اصلی اون فعلت فرمت. Like میشه likes، want میشه wants، need میشه needs و اما have میشه has. این قاعده و قانون برای همه فعلای اصلیمون به کار برده میشه. خب حالا در مورد اینکه ما افعال مثلا شکلای مختلف فعل رو داریم، مثلا فعل کمکی داریم و فعل اصلی، حالا در مورد فعل کمکی ها جلوتر توی یونیت های دیگه صحبت میکنیم، ولی فعل اصلی مثل همین دوست داشتن، پسندیدن، خواستن، نیاز داشتن، داشتن، خوردن، رفتن، پوشیدن و اینا که فعل اصلی هستش، همشون طبق این قاعده عمل میکنه، ولی خب تو این درس فقط این چهارتا رو به عنوان مثال آورده. حالا مثالاش رو میخونیم. گفته که تینا likes these shoes، میگه تینا این کفشا رو دوست داره یا میپسنده. لیسا wants that shirt، میگه لیسا اون، اشاره به دوره، اون شرت و اون پیراهن و اون مثلا اون شرت رو میخواد. اینجا Rob needs a book، Rob needs a book یعنی که Rob به کتاب احتیاج داره. الان هم میبینید دستش کتابه، میگه Now he has a book، Now he has a book یعنی الان، Now اون کتاب داره. خب میریم این قسمت. گفته که grammar practice، complete each statement with the correct form of the verb، میگه که هر کدوم از این عبارت ها رو کامل بکنید با شکل درست فعل. یعنی اگه سوم شخصه از فعلی استفاده کنید که اس سوم شخص داره. اگه میبینید اون ضمیر یا اون اسم من سوم شخص نیست یا کلمه جمع هستش یا آی و یو وی هستش، از بیس فرم فعل استفاده کنید. من یکیشو براتون انجام میدم، بعد شما ویدیو رو پاس کنید بقیهش رو انجام بدید، بعد با هم چک میکنید. مثلا این اولیه، گفته آی کدوم لایک درسته یا لایکس. خب مسلمه آی دو این دسته است که باید بیس فرم فعل رو استفاده بکنی. آی که دیگه سوم شخص نیستش که، پس لایک درسته. I like your tie یعنی من کروات تو دوست دارم، میپسندم. حالا شما ما بقیه رو انجام بدید، بعد چک میکنیم. خب نمبر 2، my friends اینجا کلمه‌مون جمعه دوستای من،
پس همون they میشه. کدوم؟ want یا wants؟ خب پس وقتی کلمه جمعه که سوم شخص نیستش، پس کلمه want رو استفاده میکنی. My friends want these suits. یعنی دوستای من این کت و شلوار رو میخوان. حالا بعدی جنت need needs. جنت میشه سوم شخص خانوم. جنت needs. جنت needs these skirt. یعنی جنت این دامن رو بهش احتیاج داره، نیاز داره. بعدی پیتر، دوباره آقا، سوم شخص آقا، پس میشه has. پیتر has that jacket. یعنی پیتر اون جاکت و اون کت و فهم، چون جاکت رو هم برای کت استفاده میکنه هم جاکت استفاده میکنن. پیتر has that jacket، یعنی اون جاکت رو یا اون کت رو یا اون جاکت رو داره. we دوباره اینجا دیگه سوم شخص نیست، ما کلمه، یعنی اون subject pronounمون جمع هستش. در نتیجه میشه we like our dresses. we like our dresses یعنی که ما پیراهن‌های من رو دوست داریم. و بعدی سو و تارا. خب سو و تارا میشن دو نفر، جمع میشه همون کلمه they میشن. پس وقتی که کلمه جمعه دیگه سوم شخص نیست، کلممون want میشه. سو و تارا want those suits. یعنی سو و تارا اون، اشاره به دوره، اون کت و شلوار یا اون کت و دامنها رو میخواهند. پس میشه want. یه بار دیگه از اول براتون میخونم. I like your tie. My friends want this suit. Janet needs this skirt. Peter has that jacket. We like our dresses. Sue and Tara want those suits. و conversation. حالا گفتم در مورد عبارت give and accept a compliment توضیح میدم. اول به conversation گوش بدید و بعد بهتون میگم. لطفا گوش بدید. Page 45. Now you can give and accept a compliment. Exercise 1. Conversation model. Read and listen. I like that dress. Thank you. You're welcome. I like that dress. یعنی که اون پیراهن دوست دارم، میپسندم. Thank you. مرسی. You're welcome. جواب thank you هم you're welcome. یعنی خواهش میکنم. خب وقتی که شما دارین از لباس یا ظاهر یکی تعریف میکنید، از پوششش، از ظاهرش تعریف میکنید، دارین چی کار میکنین؟ دارین give a compliment میدین. یعنی give that person a compliment. یعنی دارین ازش تعریف میکنید. اینجا میشه give a compliment، یعنی تعریف کردنش، ستایش کردنش. و accept a compliment، وقتی که شما تشکر میکنین از طرف مقابلتون، یعنی داری اونو میپذیرید، یعنی اون تعریف و تمجید و تحسین رو دارین پذیرا میشین. پس میشه accept a compliment. پس give یعنی تحسین کردن یه نفر، حالا ظاهرش، پوششش، مثل همین که گفت I like that dress. من مثلا این پیراهن، یا میگم I like your dress, I like your coat, I like your jacket, I like your for example shoes. شما دارین از اون پوشش یه نفر تعریف میکنین. چیکار دارین میکنین؟ give that person a compliment. give a compliment یعنی تعریف کردن، تحسین کردن. و وقتی که طرف مقابلتون میگه thank you یعنی مرسی، سپاس، یعنی چیکار دارین میکنه؟ accept a compliment، یعنی اونو پذیراست، قبول میکنه اون تعریف و تحسین شما رو. با چه واژه‌ای، با چه عبارتی؟ با کلمه تشکرش، با اینکه تشکر داره از شما میکنه. و تهش هم که you're welcome یعنی خواهش میکنم. شما دوباره اینجا جای خالی داره، میتونین چیزای مختلف بذارید. مثلا I like your shirt, I like your dress, I like your suit, I like your مثلا shoes, I like your gloves، هر چی. و طرف مقابلتون هم میگه thank you، accept میکنه و میگه you're welcome. تمام. اینجا پس چیزای مختلف میخواییم میتونید بذارید. یه دقیقه برمیگردیم صفحه قبلمون. خب اینجا
ما در مورد لباس اینا صحبت کردیم دیگه. این جا یه more clothes داریم، یعنی لباس های بیشتر. یه سر بهش بزنیم در مورد همین vocabulary booster مون هستش. یه سر بهش بزنیم دیگه چه لباس هایی هستش که معرفی کرده. نگاه کنید. خب اینجا زن بزرگش بکنم. ببینید اینا لباس هست. اول گوش بدید بهشون. Page 129 Vocabulary Booster Unit 6 More Clothes Read and Listen 1 Bathing Suits Swimsuits 2 A Bathrobe 3 Boots 4. A coat. 5. A hat. 6. A shirt. 7. Jeans. 8. A nightgown. 9. An umbrella. 10. A raincoat. 11. Sandals. 12. Pajamas. 13. A t-shirt. 14. Shorts. 15. Socks. 16. Pantyhose. 17. Underwear. خب من یه بار دیگه کلماتو براتون میخونم. خب number 1 bathing suits یا swim suits. bathing suits یا swim suit یعنی همین لباس شنا و اینا رو بهشون میگن. A bath robe. A bath robe این حل لباسی ها رو بهشون میگن bath robe. Boots. Boots این چکمه است. A coat. Coat. A hat. کلاه. A shirt. یعنی پیراهن. نه پیراهن، منظور پیراهن زنانه ها، منظور ما همین پیراهن مردونه و پیراهن این مدلی رو میگیم a shirt. جینز، جین، شلوار جین. اینجا هم مثل همون پنتس داشتیم، گفتم دوتا پاچه داره، اینم جینه دیگه، اینم دوتا پاچه داره، یکی دوتا. بنابراین این کلمه همون کلمه جمعه، جینز. بیایم پایین. A night gown. A night gown یعنی لباس خواب. An umbrella. An umbrella یعنی چتر. A raincoat. A raincoat یعنی بارونی. Sandals. Sandals یعنی صندل. مثل shoes. این هم دوباره میبینی این کلمه جمعه چون دوتا لنگه داره دیگه. Pajamas. Pajamas یعنی پیژامه. دوباره این هم از دو بخش تشکیل شده، یکی شلوارش یکی پیراهنش. این هم دو بخشی از کلمات جمع محسوب میشن. خب اینجا A t-shirt number 13 A t-shirt t-shirt shorts shorts دوباره این هم دوتا پاچه داره، درنش کلمه جمع هستش. بیایم این 15 socks socks یعنی جوراب، دوباره دوتا لنگه داره، اینم کلمه جمعه. و اینجا pantyhose یعنی جوراب شلواری. و آخری underwear یعنی لباس زیر. خب برگردیم سر درسمون قبلیه. خیلی خب امروز هم تموم شد. ما امروز در مورد ضمایر اشاره صحبت کردیم، ضمیر اشاره نزدیک، دور، جمعش، مفردش. در مورد لباس‌های مختلف صحبت کردیم، بعضی از این لباس‌ها کلمه جمع هستش، مثل پنتس، مثل شورتس، مثل جینز، مثل ساکس، شوز. و گفتم که بعد از بعضی از کلمات وقتی که اس جمع می‌خوایم بهشون ببینین شما صدای س میشنوین، بعضی وقت شما صدای ز میشنوین و بعضی وقت شما صدای از، بستگی به اون کلمه است کلمتون داره که تهش به چه حرفی ختم شده. من مثالاش هم بهتون گفتم. امروز در مورد سیمپل پرزنت تنس گفتیم، زمان حال ساده.
البته عبارات مثبتش رو گفتیم. به غیر از سوم شخص بقیهشون شکل ساده فعل به کار برده میشه، فقط برای سوم شخصی که ما اس سوم شخص بهش اضافه میکنه. She likes, wants, needs و have هم که تبدیل به has میشه. و گفتم که simple present برای روتین به کار میره، habitual activities هستش و fact و time table. در مورد give and accept هم که گفتم بهتون، وقتی تحسین میکنین یکی رو میشه give a compliment، وقتی که اونو میپذیرید یعنی تشکر میکنید میشه accept a compliment. دوستان خسته نباشید، امیدوارم که این درس براتون مفید بوده باشه. لطفاً مشکلی سوالی داشتین برام کامنت بذارید، من جواب میدم. و دیگه ما رو سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو بزنید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً ما رو لایک بکنید. همتون با خدای بزرگ میسپارم. تیک کیر، بای بای.